دکتر سپس بخیر و خیلی خوش سلام صبح شما بخیر و سلام باید خدمت بینندگی عزیزی شبکی یک و برنامه گلبان باید داشته باشیم گلبان شما سلامت. ما پیش چیزی که بیم در رابطه با بعض سوالایی که دارم در رابطه با موضوع اهمیت ارتباطات یا مدیریت ارتباطات خودمو صحبت بکنم کوتاه میخوام در رابطه با ارتباطات از شما بشنوم که چی هست. خب در تعریف ارتباط میشه گفت که ارتباط انتقال پیام یا اطلاعات و همچنین احساسات به طرف مقابل بله. وقتی که ما یک پیامی را منتقل میکنیم اطلاعات را به یک نفر منتقل میکنیم و یا احساس خودمان ها. یعنی لازم نیست که ما فقط اطلاعات منتقل کنیم یا پیامی منتقل شود خیلی وقتا لازم است که ما یک احساسی را بیان کنیم احساسی را ابراز کنیم به طرف مقابل و او احساس و او دریافت و باز خوب اگر بخوای عناصر ارتباط در نظر بگیریم باز عناصر ارتباط مشخص یک فرستنده داریم یک گیرنده یک داریم, گیر. و یک پیام یا محتوایی که در اینجا وجود داره باز راجع به زیبا بحث خواهیم حتما چرا چی نیاز است که انسان ها ارتباط برقرار بکنن جناب دکتر خب در اول باید بگم که انسان اصلا موجود اجتماعی است وقتی ما ارتباط میگیم ارتباط یک نفر نمیشه بله ارتباطات خیلی حداقل دو نفر در اینجا ارتباط است باز ارتباط هم باز با این دو نفر نیست ارتباط با طبیعت داریم با حیوانات داریم بنابراین چیزی که مهم است در اینجا یک فرستادن و گیرنده است و محتوای پیام اگر, اگر ما بخوایم بگیم اهمیت چه اهمیتی خود ارتباط داره این گرده به نیازمندی های انسان بحث. نیازمندی های بشر خب به نظریه کیلا مازدو شاید الله خیلی از را میدانند شخص است که او نیازمندی ها را آمده طبقه بندی کرده خب در قدم اول او نیازمندی جسمی رو میگه این مال من اگر گوش نستم نیاز به غذا دارم اگر ما با یک نفر ارتباط نداشته باشیم نمیتونیم غذا را دکان باید بریم کنم چیز از نوایی باید بخریم بیاریم از اون طرف مسئله امنیت است ما اگر بخوایم کنم خانه داشته باشم احساس امنیتی در دا اونجا داشته باشم نیاز به داره که نفر در ارتباط باشم به یک بنگاه معاملاتی در اونجا بورم یک پرسان کنم که خانه دارین ندارین و بسیاری مسئله امنیتی باز در اینجا چیه و باز اون نیاز به که مگه ارتباطی دا داشته باشه من میخوایم دانش و اطلاعات بالا بره باید سطح علم بالا بره ای فقط در تعامل با استاد تعامل با دیگران است که ما میتونیم میزان اطلاعات و دانش خودمون بالا بره. زن خیلی اهمیت داره و خیلی مهم است ارتباط برقرار کردن و ارتباطات در زندگی اصلا یک چیز است که ما یک مسئله میگیم خودشکوفای انسانی بح. که به او موفقیت نهایی میخوای برسه او در تعامل با دیگران است ما نمیتونم بگیم یک نفر در کنج خانه بیشینه بعد بگیم که ما میخوایم موفق شویم و به او موفقیت برسه بعضی ها اصلا جناب دکتر سب که خب خیلی دوست دارن ارتباطات قوی داشته باشند بعد در جامعه خوبتر بدرخشن هی ارتباطات چون گسترده باشه اما اما به اینمی نکته نمی, نمی و اینمی موضوع رو به دست نمیارن <applause> خب من میخوایم می بگیم اینو چیگونه باید ارتباط برقرار بکنیم پس که موفق شیم و ارتباط خوبی داشته باشه. خب اینجا مسئله ارتباطی که همه متوجه نه که همه خب که ارتباط برقرار, برقرار, میکنه. میکنه. برقرار, برقرار بله، <applause> می شود حالا ما چیگونه ارتباطات قوی تر <applause> و معصر تر داشته باشیم خب ارتباطی که حالا همونطور یک اصطلاح شما اشاره کردین ارتباط معصر اینجا ارتباط هست اما چیزی که خیلی اهمیت داره ما ارتباط موفق یا ارتباط معصر ارتباط معصر چی یک تعریف داره ارتباط معصر میگن که وقتی که یک نفری پیام رو منتقل میکنه اما پیام رو که اون منتقل میکنه طرف مقابل او را دریافت کنه یعنی بین میزان ارسال پیام و میزان دریافت پیام یک یک به یکسانی یک و ارتباط وجود داشته باشه بح. ما آنچه را که می‌خوایم بیان کنیم شنونده ما و کسی که مرا صدای من میشنوه یا در لحظه میبینه پیام مرا دریافت میکنه او همون چیزی که ما خواستم دریافت کنه بح. یعنی بین ارسال پیام و دریافت پیام چی باشه یکسان باشه یا یعنی چیزی که ما میگیم وین وین ها این یعنی هر دویشون دیگه در یک محلی باشه دو طرف احساس رضایت در دا اینجا داشته باشه اگر ما بگیم باز پیام ناقص پیام ناقص به که ما یک پیام ارسال میکنم طرف مقابل نمیشه مثل برنامه تمزی که حالا اینجا با. شد حالا وقتی که و اینه گیرنده او دریافت نکنه پس با. وقتی او فیدبک میده فیدبک هایشان بسیار نادرست اون معصیت در این قسمت ها وجود نداره ده. یا که ما یک پیام رو ارسال میکنم طرف مقابل ما بیشتر از چیزی که ما ارسال کردیم دریافت میکنه. دیگه میگه ما سوی تفاهم بله یعنی ما یک منظور خاصی در یک قسمت نه یک پیام منتقل میگم تا یه پیش خودش فکر میکنه ولی کدام منظور دیگه ای داره بعد یک سوی تفاهم یک جنجالایی بین این چی میشه ایجاد میشه بنابراین حالا بین از گفتم گفته میشه که ارتباط مؤثر اینه که شما پیامی که میفرستین باید به گونه‌ای باشه که او او رو دریافت کنه خب باز اینجا اگر بخویم پیام بگیم موافقه در ارتباط موفق در ارتباط دا اینجا ما سه عنصری که ما در نظر گرفتیم برای ارتباط باید دور مد نظر داشته باشیم کدام عنصر عنصر اول ارسال کننده به. من که میخواهم پیام منتقل کنم باید به خوبی شفاف پیام خودم چی منتقل کنم آنچه که میخوایم او را به شفافیت واضح و روشن بیان کنم و جرئتمندانه و از او طرف گیرنده هم که او طرف پیام من و احساس مر دریافت میکنه اون باید آدمی به اصطلاح اون سالیم باشه اون بتونه دریافت کنه بح. و از او طرف هم باز قسمت خود پیام است پیام که من ارسال میکنم آیا پیام مناسب است یا نه ب... به دو صورت باز کلامی غیر کلامی باز در اینجا منتقل میشه بنابراین وقتی که ما میگم یک ارتباط موثر این سه بخش از سلامتی برخوردار باشه و سالم باشه و مناسب باشه و میتونم یک ارتباط مصیر و خوب را دیگر قسمت ها داشته باشیم باز. خب نظرات مختلف هست که باز مطرح حتما در فرصت های بعدی در رابطه با این موضوع هم صحبت می فقط چیزی که می خوایم چگونه با هر گونه شخصیت ها می تونیم موثرترین ارتباط داشته باشیم خب یک نفر شاید خیلی از سطح علمی اینو بلند باشه یک آدم بعد ما چگونه می تونیم ارتباط خیلی موثر با مو آدم ها داشته باشیم خب در مسئله ارتباط موثر چیزی که خیلی مهم است اولا ما میگیم که خود فرد اول خودش بشناسه بله خودش بشناسه تو مش... کیال ما سطح هستم بعد الله طرف مقابلم بس هم من خودم یک شخصیت دارم طرف مقابلی یک شخصیت دارم حالا نظریه یک بیرن کودک درون شاید الله خیلی بیننده شینده باشه که حالا والد بالغ والی کودک ان شاء الله فرصت شده یک نظریه بسیار جالب است در زمینه ارتباطات مسیر که معمولا ما اینا رو برای زوج‌های جوان اینا رو آموزش میدیم که در ارتباطات زندگیشان بتونه ارتباط مسیر داشته باشه خب طرف مقابل ما اون یک شخصیت داره وقتی ما خون گپ بزنیم باید بشناسیم که طرف مقابل کی, کی هست و چی هست و متناسب با شخصیت از او باید گپ بزنیم متناسب با نیازمندی های از او گاهی وقتا مثلا حال شخصیت که میگیم تنها صرفا این نیست که مثلا از نظر مقام چون گاهی وقتا شخصیت میگه این یعنی مقام بلند داشته باشه چی از نظر علمی چه از نظر سیاسی نه شخصیت این هر کسی شخصیت داره حالا وقتی گپ میزنیم باید دقیقا بفهمی که در کدام وضعیت قرار داره به. مثلا میگیم که طرف وقتی که مریضه در حالت مریضی در یک ما میگیم در فاز کودک بله خب در اون زمانی آدم نیاز به نوازیش داره بله خب ما گپ هایی که میزنیم مثلا یکی در اون زمان کس مثلا برای کدام مثلا یک آب میوه یک کدام چیز به اون داده یک ناز یک نوازی شروع میکنیم این باعث میشه که چی باعث میشه که طرف مقابل ما در قسمت آنچه که ما میگوییم او عمل کنه یک اصلا وجود داره میگه که محب ویژگی محبوب پیدا میکنه محبت میگه اطاعت آوره بله حالا اینجا هم که خیلی وقتا که در جریان ارتباط بین اطفال ما رو در نظر میگیریم میگیم که خب وقتی که شما با محبت با اطفال برخورد کردی هر گپی که زدی اونم چی میکنه قبول میکنه میکنه این چیزایی هستن که ما باید مد نظر داشته باشیم خب, خب. ای ای Uh, پس تناسبی که ما در ارتباط داریم این خیلی همه در طرف مقابل اول بیشنسیم که او الان چه شخصیتی داره و خود متناسب با شخصیت از گفتار ما رفتار ما آنچه که پیام که ارسال میکنه باید دقیقا متناسب با طرف مقابل باشه و بعد این زمان است که ما میتونیم معصر میتونیم حالا معصریت واقعی شد یک جان تشکر دکتر سفارزوی موفق کرد دارم انشالله که موفق و